خب سلام خدمت همه عزیزان، امروز هم مهمان منزلاتون شدیم یا محل کارتون هر جایی که هستید، ولی امیدوارم که هر جایی که هستید شاد و تندرست باشید و از سارای عزیز دعوت کردیم که باز هم طبق معمول زحمتی بکشن و در کنارشون باشیم و از اطلاعاتشون استفاده بکنیم. سارا جان، اولا سلام میکنم خدمت شما و تشکر میکنم وقتی که دادید. لطف میکنید یه مختصری کوتاه خودتون معرفی کنید برای دوستانی که اولین بار این مجموع برنامه رو دارم میبینن؟ حتما. سلام فرها جان، مرسی از دعوتت و سلام به تمام کسایی که از پیج آقای فرها دارن اینو منو نگاه میکنن. من سارا هستم، حدود 24 سال پیش به همراه خانوادم به کانادا مهاجرت کردیم و حدود 21 سال من توی دنتال آفیس به صورت فول تایم کار میکردم تا چند وقت پیش و الان هم چند وقته که توی این بیزینس آنلاین مشغول هستم. بسیار خوب و عالی. منم فرهاد هستم، طبق معمول ساکن انگلستان هستم، حدوداً 14 سالی که ساکن انگلستان، نزدیک 15 سال داره میشه. با یه بک‌گراند آکادمیک از ایران اومدم اینجا، دوباره یه مدرک آکادمیک دیگه گرفتم، ولی نهایتاً کاری که شروع کردم یه کار سلف ایمپلوید بود برای خودم و الانم یه مدتیه تقریباً که کار بیزنس آنلاین شروع کردم. خب سارا جان، بدون اینکه بخوایم خیلی وقت بگیریم، ما می‌خوایم امروز صحبت بکنیم که اصلاً بیزنس آنلاین چی هستش، سبک بیزنس آنلاین چیه و تو بیزنس آنلاین اصلا داره چی کار میکنه، و بعد یه ذره جزئی تر وارد بشیم در مورد بیزنس آنلاینی که ما داریم انجام میدیم. میتونید بحث رو شروع کنید با این قسمت که اصلا بیزنس آنلاین چی هستش. دقیقا ما وقتی کار میکنن تو این بیزنس آنلاین اصلا بله، وقتی که ما راجع به کارهای بیزنس های آنلاین و کارهای آنلاین کلن صحبت میکنیم، ما میتونیم اونا رو تقسیم بکنیم به دو دسته. بعضی ها هستن که بعضی از بیزنس های آنلاین هستن که کالا خدمات میدن، کالا ارائه میدن، مثل آمازون که کاملا مشخصه، و بعضی از بیزینس های آنلاین هستن که خدمات ارائه میدن. و من میتونم بگم که بیزینسی که ما داریم با توجه به اون مشخصه ای که داره میتونم بذارمش جزء بیزینس هایی هستش که خدمات ارائه میده. حالا اگر که بتونم اینجا یه سری، من نوت نوشتم البته، ولی به خاطر این که به این دلیل من میتونم بیزنس خودمونو جزء بیزنس های به اصطلاح خدماتی توضیح بدم یا خدمات توضیح ارائه میدن، به خاطر این که وقتی که ما وارد این بیزنس میشیم در واقع وارد یک آموزشگاه میشیم، آموزشگاهی که در واقع به ما علم دیجیتال مارکتینگ رو یاد میده که یکی از علم دیجیتال مارکتینگ یکی از پرسودترین راه‌های درآمدزاییه. البته وقتی که من میگم آموزشگاه اینطوری، مثلا امیدوارم که بیننده‌های عزیزمون تصور این نکنن، مثلا آموزشگاه یه جایی که مثلا حضوراً شما میرید، مثلا مثل چه میدونم دانشکده اینا باید برید، یه چیزایی روند طولانی داره. نه، به این دلیل میگم که به خاطر اینکه مثلا لغت درست رو بخوام مثلا به کار برم، ولی عملا آموزشگاهی که مثل دانشگاه و دانشکده باشه نیست، چون در واقع ما وقتی که وارد میشیم یک پکیج آموزشی به ما داده میشه یا ارائه میشه که بیسش ویدیو، بیس این آموزش ها بیسش ویدیویی هست، ما ویدیو در واقع نگاه میکنیم و آموزش میبینیم از طریق اون ویدیوها. و چطوری چی رو یاد میگیریم؟ یاد میگیریم که چطور از طریق به صورت توی پلتفرم‌های مختلف چطوری علم مارکتینگ، کار مارکتینگ و یا بازاریابی و یا تبلیغات رو در واقع یاد می‌گیریم و به ما آموزش داده میشه. و چون ما آیدی بیزینس دریافت می‌کنیم، در واقع می‌تونیم آموزشگاه خصوصی خودمون رو راه بندازیم و کسایی که دوست دارن مثل ما توی پلتفرم‌های مختلف کارهای تبلیغات انجام بدن و کسب درآمد بکنن، ما به اونا آموزش میدیم و به همین طریق مثل یک زنجیره‌ای ادامه پیدا میکنه. و به این طریق من میتونم بگم که آموزشگاه یا به اصطلاح این کار ما یا این بیزینس آنلاین ما یک کار خدماتی هست.
خب پس اینطور که شما صحبت شروع کردید، توی این بیزینس شما یا ما در این بیزینس خاص ما کالایی رو فروش نداریم، یعنی حالا یا مثل شرکت های بزرگی مثل آمازون یا مثل خیلی از خدمات آنلاینی که عملا آنلاینه ولی قاعدتا موقعی که پوش میکنن افراد رو برای اینکه خریدی داشته باشن، برای اینکه کالایی رو بخرن، پس ما جزء این طبقه نیستیم، ما یعنی فروش مستقیم کالایی نداریم. اما این آموزش هایی که شما فرمودید یه مقدار، اولا میخوام اگه بشه صحبت بازتر بکنید که اصلا اگر بشه تا اونجا که میشه وقت اونجا میده که اصلا منظور از دیجیتال مارکتینگ چی هستش و این آموزش هایی که ما میبینیم آموزش ها بر اساس کار بر روی چه سیستم هایی هست با چه روش هایی هست، اگر بتونید توضیح سارا جان در این مورد بدی خیلی ممنون میشم. حتما، به خاطر اینکه همونطور که شما گفتین فرار جان، بله، این وقتی که ما میگیم بیزینس به طور حد، بیزینس یعنی چی؟ بیزینس 100% یک کالای اینوالو هست، ولی کار ما خرید و فروش اون کالا نیست و در واقع ما با این کمپانی که کار میکنیم به طور حد کالاهایی هستش، ولی به ما یاد میدن که میگم همون کار فقط تبلیغات این کار رو بکنیم. مثلا فکر کنید اولد فشن میومدن یه سری فلایر مثلا چاپ میکردن، حالا این تو هر بیزینسی که بود اونقدر این محدود بود، یعنی شما میتونستیم مثلا اون محدوده مثلا اون چه میدونم همون چه میدونم اون خیابونا اون اطراف اون محل کارتون رو در واقع به مردم تبلیغ بکنید بشناسونید، و یا اگر که خیلی بعدم پیشرفت کرد مثلا توی این کتابچه‌ای مثلا توی کانادا به اسم یلو پیج هست که شما اونجا میتونین هزینه بکنید و تبلیغ بکنید. ولی حالا این کاری که ما میکنیم دیجیتال در واقع همه از طریق اینترنت انجام میشه و در واقع من میتونم مثلا این کارو این تبلیغمو بذارم این تبلیغو بذارم و در جا مثلا میتونیم گلوبال، با مثلا من کانادا هستم میتونم با کسی که در جا توی مثلا استرالیا هست در جا تبلیغ منو ببینه، و به خاطر این سرعت، به خاطر اینکه با اینکه شما هزینه کمتری میذارید ولی در واقع درآمدی که به دست میاد به خاطر این سرعت، به این دلیل که به اصطلاح درآمد بیشتری به دست میاد، برای همینه که تمام بیزینس ها سعی میکنن که، یعنی الان فکر کنم طبق این تحقیقی که الان من یه سری آمار گرفته بودم، البته امروز پیشم نیست، یه جا یادداشت کرده بودم که تمام بیزینس ها سعی میکنن واقعا 80-90% تبلیغات خودشون رو از طریق دیجیتال انجام بدن، چون سریع هست، در جا میتونید میذارید توی این به اصطلاح هر کدوم این پلتفرما و در جا میرسه به دست اون کسایی که به اصطلاح مشتاق هستن و میخواید پیامتون در واقع تبلیغتون برسه. بسیار خوب، شما وقتی که صحبت میکنید در مورد دیجیتال، من نمیدونم چرا ناخودآگاه فکرم مشغول میشد به این که یاد فایل های دیجیتال و نمیدونم فرمت های دیجیتال تو ضبط صوتی و تصویری و MP3 و MP4 و این چیزا میفتادم، در واقع یه لغت کلیه براش ولی اساسش بر پایه کار همونجور که شما فرمودید بر سیستم آنلاین هستش، یعنی همزمان شما کار داری انجام میدید. اما فکر میکنی که چه مشخصه هایی یه بیزینس آنلاین بیزینس آنلاین رو میتونه واقعا مجزا بکنه؟ همونجوری که شما فرمودید، من قبلش توضیح تحت شما رو تکرار بکنم که توی تبلیغات بیزینس آفلاین معمولا شما هیچ هدفی نداری، حالا یه شهر یا یه محدوده رو تارگت قرار میدی و کار تبلیغات رو انجام میدی بدون اینکه اطلاع داشته باشی توی این محدوده چه رده سنی زندگی میکنن، توی این محدوده چه تیپ افرادی زندگی میکنن، با چه خصوصیاتی زندگی میکنن و یا با چه علایقی، و به تقریبا به صورت خیلی کور این تبلیغات انجام میشه. در صورتی که تو بیزنس آنلاین همونجوری که خب سارا جان گفتن، شما میتونید افراد مورد هدف خودت رو خودت انتخاب بکنید، یعنی از شما از حق انتخاب از رده های سنی رو داری تا علایق افراد که این کاری که داری میکنی مستقیما به دست اون برسه. اما در مورد آموزش هایی که شما گفتید توی در واقع کار ما مربوط میشه به کار خدمات نه فروش مستقیم کالا، که باز حالا اینم یه قسمتی هست که من در انتها خیلی دوست دارم در موردش صحبت بکنیم، در مورد آموزش های این مجموعه چه امتیازی ممکنه داشته باشه یا چه امتیازی داره که سبب میشه این بیزینس آنلاین رو از بیزینس های آنلاین مشابه خودش یه مقدار جدا کنه و تفکیک کنه؟
درباره خود آموزش ها اگر بگم بله. و چون یه نکته هستش که سارا جان، خب خیلی خیلی از بیزینس های آنلاین، مثلا فرض کن آمازون هم برای کار، مثلا فرض کن برای کار آمازون هم یه سری آموزش ها هست، ولی خب شما همیشه این توانایی رو نداری که بتونی مشکلاتی که در طی آموزش داری راحت بتونی حل بکنی، یا حتی خیلی از بیزینس های آنلاین یه تجربه کاری یا یه دوره کاری برای شما تدارک می‌بینن و بعد شما رها میشی برای اینکه کار خودت انجام بدی. خواستم ببینم که تو این مجموعه چه روشی در نظر گرفته شده که عملا این مجموعه رو برجسته و یا تفکیک میکنه از همکارای خودش تو بیزینس های آنلاین میگه. دقیقا. ببینید فرجان، وقتی که من میخواستم شروع بکنم، خب اولین ترسم و اولین واقعا نگرانم بودم، با اینکه خب آدمی هستم که میتونم توی شرایطی که صحیح درست میبینم، واقعا آدمی هم که ریسک میتونم بکنم، این کارا رو میکنم زیاد توی زندگیم، با اینکه دلم روشن بود، با اینکه اطلاعاتم احساس میکردم زیاد راجع به دارم چی کار میکنم، ولی خب خیلی واقعا نگران بودم، واقعا اینکه استرس داشتم به خاطر اینکه من اصلا تجربه کار اولا بیزینس رو نداشتم، بعدش هم اصلا همیشه خب کارهای آنلاین تخصص خودش رو میخواد. مثلا فکر کنید آمازون اگر که شما مثلا بهتون میگه آره شما میاید آموزش میبینید، شما باید یه سی دی براتون همیشه یه سی دی هایی تهیه کردن، تحقیق کردم میدونم کسایی که دارن تو آمازون این دورای آموزشی، سی دی ها رو باید همیشه بخرید، بعد بازم با خودتون هست، یعنی اینو میذارید و براتون، ولی اینجا این کاری که به اصطلاح این دوره آموزشی رو برای ما در واقع هم یونیک کرده، هم آسون کرده، هم قابل یادگیری کرده، به خاطر اینکه وقتی که شما شروع میکنید برای به اصطلاح این دوره آموزشی، همزمان با شما به شما واقعا قول این داده میشده و به صورت عملی شما یک مربی دارید و یک سرمربی و یا به زبون ما یه منتور دارید و یا کوچ که اینا واقعا با شما هستن. ولی چیزی رو که منو واقعا سورپرایزم کرد، در کنار اینا همه اینا این گروه هایی رو که تشکیل میدن و اون واقعا شما وقتی که مثلا میگم خود من وقتی که من شروع کردم از همون اولش، درسته که میرفتم و واقعا هر قسمتیش رو که به هر حال میخواستم مطمئن بشم، چک دبل چک بکنم، میخواستم به اصطلاح یه ذره یه جاهایی رو قابل فهم نبود برام، برای اینکه خب بیسش هم زبان انگلیسی هست و این اپورتونیتی رو اگه کسایی که یه مقدار مشکلی دارن میتونن ترجمه بکنن، میتونن زیر نویس زبان خودشون رو بذارن، ولی واقعا هر جایی که من گیر میکردم خب مسلماً همیشه به منتور و یا کوچم اولین پیامو میدادم. ولی خیلی قشنگه که توی این دوره مثلا این آموزش ها واقعا این گروه هایی که تشکیل دادن اونقدر سپورتیون، اونقدر میگم قسمتی بودش که اصلا به من نگفته بودم و من نمیدونستم و بونس این قسمت های آموزشی هست. و شما وقتی که یه همچون به اصطلاح با همچون گروهی کنارتون هست، اون تو هر به اصطلاح رده و تو هر لولی از چه میدونم اینکه استرس داشته باشین، ترس داشته باشین، نگران باشین، واقعا اونقدر به شما احساس خوبی میده و این هر کدوم این موفقیت هایی که در کنار این کوچ و منتور و این گروه ها میکنین، این باعث میشه که به شما این یه اعتماد به نفسی بده و همینطوری ببره شما رو جلو و باعث میشه به اون هدفتون، به اون کاری که واقعا در نهایت داریم به آخر هی تمرکز کنیم، به جای اینکه این ترسا شما رو این ور اون ور بکشونه. بسیار هم عالی. من برای اینکه خیلی لایومون طولانی نشه، اگر میخوام این صحبت‌های سارا جان رو توی مجموعه خیلی جمع و جور جمعش بکنم و به صورت خیلی فشرده تا بعد ببینیم آیا سارا جان بازم مطلبی داره که اضافه کنه بهش. اون چیزی که من فهمیدم از صحبت‌های شما و خودم در حین کار عملا متوجه شدم اینه که توی بیزینس‌های آنلاین که معمولاً، یعنی توی بیزینس‌ها که عمدتاً همشون، یعنی در واقع یا کالا ارائه میدن و یا خدمات، بیزنسی که ما انجام میدیم وجه تمایزش اینه که اولا
ما درگیر فروش مستقیم کالا نیستیم، بنابراین اگر درگیر فروش مستقیم کالا نباشیم، درگیر انبارداری نیستیم، درگیر فرستادن نیستیم، ارسال نیستیم، ریفاند نیستیم، مسائل مالی نیستیم، پس بنابراین این یه امتیازه که ما درگیر این مسائل نیستیم. اما مثل همه بیزنس‌ها که اول گفتم دوباره، یا کالا ارائه میدن یا خدمات، ما خدماتی رو ارائه میدیم و باز از این نظر میونه بیزنس‌های در لول ارائه خدمات این امکانو داریم که این امتیاز رو داریم که اولا از یک کوچ و منتور دائم برخوردار هستیم، یعنی بلافاصله کسی که جوین میشه به این بیزینس یک کوچ یا منتور فارسی در کنار فارسی زبان در کنارش هست که استپ به استپ کمکشون میکنن، در کنارشون هستن که مشکلاتشون رو برطرف بکنن، علاوه بر اینکه آموزش ها به صورت ویدیویی مادام العمر در اختیار هست، به اضافه اینکه هر تغییر که توی این پلتفرم ها داده میشه که معمولا خیلی سریع هم اتفاق میفته، این تغییرات آپدیت هم میشه و بودن این کوچ و منتور، بودن آموزش ها و بودن گروه های ایرانی که میتونن دائم به شما کمک بکنن هر زمانی که مشکل داشته باشید و یا هر جای دنیا که باشید، تا اونجا که من میدونم این گروه ها تو آمریکا هست، تو کانادا هست و توی اروپا هست، بنابراین هیچ که نظر زمانی هم اختلاف نداره. این مشخصه هم باز باعث میشه که این بیزینس ها از بیزینس های دیگه که در ردیف بیزینس های آنلاین دارن کار میکنن مجزا کنه. سارا جان درست گفتم یا چیزی هستش که بخوای اضافه کنی به عالی؟ من همیشه میگم خوشحالم وقتی با شما لایو دارم، من اینجوری تیکه تیکه میگم، بعد اونقدر شما به اصطلاح مهارت دارید اینا رو قشنگ میچسبونید به هم، خلاصه قابل فهم برای همه توضیح میدیم. من وقتی با شما لایو دارم یکی از دلگرمیام اینه. شما لطف داری سارا جان، ولی این قسمت هم نظر لطفتون واقعا، این قسمت هم در انتهای اضافه کنم، کار ما کار آنلاین نیستش، ما بیزینس آنلاین انجام میدیم، یعنی ما برای کسی کار نمی کنیم در انتها توقع داشتیم در انتهای فصل ماه یا نمیدونم آخر هفته حقوق رو دریافت بکنیم، ما بیزینس آنلاین انجام میدیم. مثل همه بیزینس ها بستگی داره به اینکه ما چقدر بتونیم در این کار رشد بکنیم، مثل همه بیزینس ها احتیاج به زمان داره و مثل همه بیزینس ها تو هر جای دنیا احتیاج به سرمایه گذاری داره، ولی خوبیش اینه که مثل همه بیزینس هایی که شما سرمایه گذاری میکنی، مثلا آفلاین شما سرمایه گذاری میکنی، یه جایی رو اجاره میکنی، اما عملا این دستت رفته در انتهای دوره، چه موفق باشی چه موفق نباشی اونجا رو باید پس بدی، ولی در مورد بیزینسی که ما داریم انجام میدیم، سرمایه گذاری که شما انجام میدید و در قبالش یه بیزینس آیدی میگیرید، کمپانی که متولی این بیزینس هستش و کار بخش بیزینس این کار رو انجام میده، در واقع به شما کالا و محصولی هم ارائه میکنه که بتونید برای خودتون استفاده کنید، نه برای فروش که بخواید بفروشیدش، بلکه برای استفاده شخصی خودتون. و بخش دیگه هم که کنارش هست بخش آموزش هاست که همجوری که سارا جان گفتن واقعا پشتیبانی خیلی قوی داره، که خیلی این قسمت واقعا مهمه تو کار. خیلی افراد فکر میکنن که خب کارو ما بلدیم انجام میدیم، ولی پلتفرم ها تغییراتش و آپدیت هایی که انجام میشه خیلی وقتا خیلی چیزا اصلا کاملا به دید آدم ناشناست، بنابراین این حمایت ها و کمک ها واقعا کارساز. سارا جان در انتهای صحبتمون مطلبی رو اضافه میکنی؟ چیزی هستش که بخوای اضافه کنی به این صحبت یا نکته هستش که فکر کنی خوبه که دوباره یادآوری بشه یا اینکه اصلا ذکر نشده شما ذکرش کنی؟ من فکر میکنم همین، فقط به خاطر اینکه دقیقاً فرجان باور کنید دیروز یه نفر با من تماس گرفته بود و دقیقاً داشت از یک بیزینس آنلاینی صحبت میکرد که کاملا من نمیدونم اطلاعاتی که گرفته بود، مثلا البته میگم فکر میکرد در واقع همینه، ولی وقتی که من توضیح دادم گفتم بله بیزینس های آنلاین ما زیاد داریم، ولی ماها خیلی خوشحالم که بازی امروزم اتفاقی برنامه‌مون رو بر مبنای این بود که تفاوت این بیزینس های آنلاین رو ما توضیح بدیم و چرا اینقدر ما اصرار داریم و میایم لایو توی لایو های مختلف توضیح میدیم که چرا این بیزینس آنلاین ما اینقدر یونیکه و تفاوت داره با بقیه بیزینس های آنلاین. من خیلی خوشحالم که دوباره این فرصت رو پیدا کردیم و من دیگه صحبتی ندارم. اگر که سارا جان حالا فقط یه سوال اساسی میمونه، حالا به قول بچه ها تو ایران خب حالا همه چی خوب همه چی اوکی، خب حالا اگه کسی دوست داشته باشه، خیلی خوبه که در انتها ذکر کنیم، فرض کنیم که یکی از دوستان علاقه داشته باشه که یه قدم پیش بذاره و اطلاعات بیشتری رو بگیره بدون اینکه صرف هزینه خاصی بکنه و این بیزنس رو شروع بکنه، اصلا کجا باید شروع بکنه، چیکار باید بکنه؟ حالا همه چی خوب همه چی عالی، چی باید شروع کرد؟ دقیقا فقط شما
شما میتونید ایمیلتون رو برای ما بفرستین و یا هر کدوم ما وبسایت داریم، میتونین توی وبسایت های ما ثبت نام بکنین، خیلی راحت هست. این طریقه به اصطلاح وارد شدن قدم اوله. و اگر که واقعا برای شما، چون وقتی که وبسایت ثبت نام میکنید، ببخشید ایمیلتون رو برای ما میفرستید و یا توی وبسایت ما ثبت نام میکنید، یک سری ویدیوهایی که در واقع خیلی میتونم بگم که سوسوی میتونه برای شما یه اینفورمیشن اولیه رو بفرسته و یه اینفورمیشن اولیه رو بگیرید. ولی اگر که خیلی یه مقدار جدی تر هستید، این کمپانی یک به اصطلاح، بازم میگم این قسمتش واقعا من میتونم یونیکه، میتونم اینو به جرئت میتونم بگم، شما مبلغ 149 دلار یو اس پرداخت میکنید فقط به خاطر اینکه به اصطلاح اولا که این کمپانی پالیسی کمپانی هست و ما به این پالیسی کمپانی احترام میذاریم، به خاطر اینکه وقتی شما 149 دلار رو پرداخت میکنید، اینطوری نیستش که مثلا بیایید کش پرداخت بکنید، اینطوری دقیقا از شما یک کردیت کارتی میخواد. این کردیت کارت رو به این دلیل این کمپانی میخواد، برای اینکه میخواد ببینه که شما در کشوری که زندگی میکنید به صورت قانونی دارید زندگی میکنید، به اصطلاح کارتون چی هست، افراد حقیقی هستین، ربات نیستین. چون کار این کمپانی جدی هست، برای همینه که شما این مبلغ رو پرداخت میکنید و به صورت امانت، به ماها نمیدین، به هیچ کس، به صورت امانت نزد این کمپانی هست، تحت این کمپانی نگه میداره و برای شما میتونید اون موقع یه سری ویدیوهای دیگه برای شما صادر میکنه. شما میتونید توی صفحات بیزینسی ما بیایید و در واقع درآمدا رو ببینید، روند کار و با جزئیاتش رو ببینید. و اگر بعد از 30 روز شما، فکر کنم واقعا این انصاف هست که دیگه 30 روز شما میتونید به اندازه کافی فرصت دارید ببینید تمام اینفورمیشن رو بگیرید. اگر که فکر کنید که واقعا فکر میکنید این مناسب شما هست، اگر فکر میکنید میتونید، بعد از 30 روز وارد مرحله بعدی میشید. اگر نه، درست روز 30 هم شما میتونید این مبلغ رو پس بگیرید و تموم، هیچ فشار و هیچ جبری هم نیست. این مرحله واقعا بعدیش هست که من فکر میکنم که یعنی از این بهتر، از این منصفانه تر قوانین دیگه وجود نداره. بله خیلی هم عالی. البته در طی این دوران آزمایشی باز هم شما موقعی که تمام اطلاعات رو میگیرید، ممکنه جایی براتون نامفهوم باشه، جایش مشخص دقیقا نتونید متوجه بشید. تو هم مرحله آموزشی شما کوچ و منتورتون هستن، باشون تماس میگیرید، سوالاتتون رو میپرسید، اشکالاتتون رو رفع میکنید، موارد ابهامو پاک میکنید و با دید باز یا وارد بیزینس میشید و با دید باز یا خارج میشید. در هر صورت یه اطلاعاتی گرفتی که براتون هیچ خرجی رو نداشته، هیچ زحمتی رو نداشته. خیلی ها وارد شدن و ادامه دادن به خاطر اینکه دنبال همون بودن بعد از کسب اطلاعات، و ایده هم بودن که یا زمان مناسبی براشون نبوده یا وقت مناسبی براشون نبوده و بعدن وارد شدن. در هر صورت هر دو برای شما باز هست. امیدوارم که اطلاعات کسب بکنید. من فقط میخوام که ما دقیقاً اینجا هستیم که بخوایم این مسیر رو برای شما فقط مشخص بکنیم، بهتون اطلاع رسانه بکنیم، همونجوری که به خود ما اطلاع رسانی شد. اگر دوست داشتید میتونید اطلاعات کسب بکنید، سبک سنگین کنید، به قول دوستان توی بازار ایران چرتکه بندازید، مزایا معایبش رو بسنجید، اسکالاتتون رو برطرف بکنید. دوست داشتید وارد میشید و دوست داشتید نه، فقط میخوایم براتون این مسیر رو هموار بکنیم که کسب اطلاع بکنید. در اصل سارا جان خیلی ممنون از حضورتون و خیلی ممنون از کسانی که این برنامه رو به صورت زنده یا بازپخشش خواهند دید. امیدوارم هر جای دنیا که هستن شاد و تندرست باشن و در کنار خانواده از تنها نسخه، تنها ورژن زندگی لذت ببرن. مرسی، مرسی پرجا، متشکرم. وقتتون بخیر. وقتتون بخیر.